سلام، طاهری سفر هستم با اخبار امروز شنبه 10 اکتبر در خدمت شما. در ابتدا سرخطی اخبار. امام علی رحمان برای شرکت در نشست سران کشورهای مشترک المنافع به سوچی رفت. رئیس جمهوری قرقیزستان گفت نمی رود. مقامات ناحیه رودکی گفتند قهرمان ویدیوی جنجالی دشنام نمازگزاران در مسجد جماعت چاریکاران را برای بدرفتاری جزا می دهند. خلوت نرور گفت هم تا بود رو گفت اینجا ادمو نماز میخونن و خیخانی خدا ایشو ما فلان کدگیم ایخه کدگیم ایخه کدگیم. عروس را به خانه داماد با قایق میبرند. در نارک ساکنان یک روستا مجبورند هر صبح و شام با قایق تا به روستا بروند یا به کار. تفصیل خبرها. قرار است شام امروز امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در شهر سوچی ملاقات کنند. امام علی رحمان روز 10 اکتبر برای شرکت در نشستی سران کشورهای مشترک المنافع به روسیه رفت. رئیس جمهور تاجیکستان با همتای روسش که ماه فوریه در دوشنبه بود درباره همکاری های دو جانبه و مسائل بین المللی صحبت میکنند. نشستی شورای سران کشورهای مشترک المنافع روزهای 10 و 11 اکتبر برگزار میشود. ولی الماسبک اوتامبایف رئیس جمهور قرقیزستان از شرکت در نشست سران کشورهای مشترک المنافع دست کشید، چون به گفته او ممکن است در عرفه انتخابات در کشورش ناامنی سر بزند. دو روز پیشتر از این الماسبک اوتامبایف قزاقستان را با آن متهم کرد که میخواهد به انتخابات ریاست جمهوری روز 15 اکتبر در قرقیزستان مداخله کند. در این باره صحبتی داشتم با میرحد شریف جان، همکارم از مرکز خبری رادیو آزادی، و از او نخست پرسیدم که سبب واقعی دست کشیدن الماسبک اوتامبایف از شرکت در نشست سوچی چی بوده میتواند؟ надо полагать, что одной из самых главных причин было как раз вот его выступление. به فکر من یک سبب اصلی دست کشیدن از شرکت در نشست سران کشورهای مشترک المنافع محض بیانیه الماسبک اوتامبایف بود که قزاقستان را به دخالت به امور داخلی قرقیزستان متهم کرد. مهمتر از همه او در سوچی با نورسلطان نظربایف روبرو می شد که به قول اوتامبایف می خواهد در قرقیزستان رئیس جمهور جوان را ببیند. هرچند به گفته الماسبک اوتامبایف کهنسالترین نامزد به مقام رئیس جمهور در قرقیزستان 20 سال از نظربایف خردتر است، او با این گفتش آشکارا نظربایف را متهم کرد که در چند ده ساله اخیر به حکومت چسبیده است و نمیخواهد آن را رها کند. اوتامبایف همچنین قزاقستان را به آن متهم کرد که پیشرفت حیرت‌آور اقتصادیش با دزدی آلوده است و حکومت مردم عادی کشور را غارت میکند. البته بعد چنین بیانیه‌ها روبرو شدن با نظربایف و پوتین هم سخت است. از این رو به اندیشه من یک سببی اساسی نرفتن الماسبک اوتامبایف به نشست همین است. одной из самых главных причин было как раз вот это. و طوری گفتید الماسبک اوتامبایف رئیس جمهور قزاقستان را متهم کرد که به انتخابات در قرقیزستان مداخله میکند. تا کجا برای قزاقستان داشتن یک آدم خودی در قرقیزستان مهم است؟ я думаю для Казахстана به فکر من برای قزاقستان داشتن آدم خودی در قرقیزستان مهم است. ولی به فکر من هر کسی که در قرقیزستان سر قدرت نواید باید با قزاقستان سازش کند. چون که این کشور از نظر اقتصادی در وضع قرار دارد که می تواند با هر رهبر قرقیزستان زبان یابد. به نظر من اینجا روسیه قزاقستان را به حیث وسیله برای تاثیرگذاری به انتخابات قرقیزستان استفاده کرد. به فکر من نامزدی اومربیک بابانوف رقیبی اساسی سورونبوی جینبکوف در مسکو موافقه شده است و روسیه با نظرداشت نزدیکی قومی، فرهنگی و دینی قزاقستان و قرقیزستان خواست نامزدی خود را از طریق قزاقستان پیشبری کند. و قزاقستان و قرقیزستان طوری گفته شریک نزدیکی روسیه هستند. آیا این ماجرا میتواند برای مسکو دردی سر ایجاد کند؟ Я не думаю, что это создать какую-то головную боль для России. Россия имеет огромные рычаги.
به فکرم این ماجرا هیچ دردسری برای روسیه ایجاد نمیکند، چون که روسیه اهرام های عظیم فشار و تاثیرگذاری به قرغیزستان و قزاقستان دارد. هر دو کشور عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا هستند. اینجا فقط الماسبک اوتمبایف تلاش کرده است که نامزدی پیشنهادی خود را در کرسی رئیس جمهور بگذارد. برای همین او با احساس مردم کشورش بازی کرده گفته است که ببینید همسایه بزرگ ما میخواهد با امور داخلی کشور دخالت کند. این فقط یک بازی سیاسی از طرف الماسبک اوتمبایف است. و صحبتی کامل در این باره در وبسایت آزادی نقطه ارگ یا کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نشر می شود. واقعا تا دو سال دیگر قرار است در تاجیکستان هم انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود، چون سال 2020 دوره 7 ساله رئیس جمهور امام علی رحمان به پایان می رسد. روز 9 اکتبر یک مؤسسه تحلیلی با نشر گزارش در این باره گفت سالها درباره در قدرت ماندن امام علی رحمان و یا به وارثش دادن قدرت بیشتر می شود. گروه بین المللی پژوهش بحران ها گفت از بس که تاجیکستان حالا مشکلات زیادی دارد، انتقال قدرت در کشور می تواند با خطرات زیادی همراه باشد. همکارم عبدالله یشور این گزارش را به بررسی گرفت و نکات مهمی آن را شرح می دهد. مؤلفان نوشتند که در تاجیکستان حالا سوال اساسی این است که آیا رئیس جمهور امام علی رحمان در سال 2020 قدرت را کنار می گذارد و اگر کنار گذارد کی را جایگزینی خیش انتخاب می کند. و مؤلفان این گزارش تازه نشر می گویند نامزدی اصلی مورد نظر رئیس جمهور باز هم رستم امام علی هست که تا سال 2020 البته سینش به 30 سالگی می رسد و حق شرکت در انتخابات را پیدا می کند. اما نکته دیگری که مؤلفان گزارش ذکر کردند البته وضع ناگوار اقتصاد در تاجیکستان است که وابسته است به کم شدنی انتقال های پولی مهاجران تاجیک، کاری تاجیک از روسیه و هم پایین رفتنی قرب ملی و عمیق‌تر شدنی بحران در بانک های تاجیکستان. و واقعا این گزارش در وبسایت آزادی نقطه ارگ نشر می شود، آنجا می توانید کامل بخونید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از ضمن سفرش به پایتخت اوکراین از شهر کیف گفت کشورش همچنان از استقلال و تمامیت ارضی اوکراین حمایت می کند. اردوغان در یک نشست خبری گفت کشورش هیچگاه غصب نیم جزیره قریم از طرف روسیه را اعتراف نکرده است و نخواهد کرد. روزی دوشنبه در نشست مطبوعاتی رهبران اوکراین و ترکیه رجب طیب اردوغان ابراز داشت که ترکیه اشغال نیم جزیره قریم از سوی روسیه را اعتراف نخواهد کرد. رهبر ترکیه گفت انقره احوال تاتارهای قریم را پیگیری خواهد کرد. روسیه در ماه مارس سال 2014 به قریم نیرو فرستاده توسط رفرندومی از سوی جامعه جهانی محکوم شده نیم جزیره را تصرف کرد. پرزیدنت اوکراین گفت مذاکرات با همتای ترکش زمینه را برای خوشبینی در مسئله رشد روابط همه جانبه دو کشور فراهم می‌آورد. اثنای زیارت رهبر ترکیه از اوکراین سازش حفظ سرمایه‌گذاری‌ها و جلوگیری از انداز دو طرفه و برنامه رشد روابط میان دو کشور برای دو سال آینده را به امضا رساند. برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات تاجیکستان میگویند رفتار نماینده یک جماعت در ناحیه رودکی را بررسی میکنند که ویدیوی جنجالی دشنام های او در اینترنت غوغا و هیاهوی را برانگیخت. حالا معلوم نیست با این نماینده جماعت چه میشود، اما مسجدی را که او در صحنه با روحانی و چند نفر دعوا داشت بستند. شادمان یتیم و میرزا نبی خالق‌زاد این موضوع را پیگیری کردند. من در مسجد مهرآباد جماعت چاریکاران ناحیه رودکی قرار دارم. بعد از آن که این شکرجان خلدارف سرمتخصص جماعت چاریکاران ناحیه رودکی به این مسجد تشریف میارد و با نمازگزاران روبرو میشد و خیلی یک مناسبت دغل از خودش ظاهر میکند و با سخنهای قبیح که حتی نمیشود اونا را به زبان آورد در نسبت اینها بیان میدارد و مجبور میکند که باید فعالیت این مسجد بسته شد، زیرا به قول او گویا فعالیت این مسجد غیر قانونی است. این مقام دولتی به نمازگزاران عیب میماند. آنها پیروی حرکت ممنوعی سلفیه هستند، از این رو در این مسجد را باید ببندند. مسجد دهه مهرآباد پنج وقته بوده، آن از پول مردم سال 2013 ساخته شده است. این مسجد سرتیفیکات و اجازت نامه حکومت ناحیه و جماعت چاریکاران را دارد. اومد گفت ما گفت بیا عجیما بیا همتا اومد راست درآمد که در موجه تفلیاش قتی درآمد
تفلوش قدر اومد و گفت که عجیم ها بدرو این تفلوش برو ورده که گفت تفلوش تفلوش نرار گفت همه تا بدرو گفت ایجا ادامو نماز میخونن و خیخانی خدا ایسو ما فلان کدگیم ایخه کدگیم اوخه کدگیم اسکندر سعیدوف ساکنی دهی مهرآباد است و در بحث شاکر خالدروف با نمازگزاران حضور داشت و میگوید این حادثه تخمیناً بیگای 7 اکتبر ساعت 4 به وقوع پیوست. نمیداند که نوار به شبکه های اجتماعی چطور راه یافته است. بعد پگه باز ایسو بامداد نخوندیم نمیدیم چید. پگه پیشینو ده همه خیلی ده بعد چی اومد؟ که از 4 کس اومدن ایسو دید کس ای چیز دینی همین چیزی رودکی بدهیو. شاکر خالدروف به مقامات گفته است در حالت مستی قرار نداشت و با آنکه 2 مرتبه مردم را از بستن مسجد آگاه کرده است خود را اداره کرده نتوانه است. مسئولان محله دهی مهرآباد به رادیو آزادی گفتند که شام 9 اکتبر از مقامات انتظامی ناحیه زنگ زده گفتند که به در مسجد قفل زنند. شاید باور نکنید اما در تاجیکستان روستای وجود دارد که مردمش به آن روستا با زورق میرسند یا قایق. این روستا در نورک است و ساکنانش سالهاست منتظرند که مقامات یک راهی را به سمت این دهه میسازند و زندگی آنها را سبکتر میکنند. امریدین عالم به این دهه رفت و شاهد عروس شد که با قایق به خانه داماد میرود. سعیدشاه در روزهای استراحتی سرکار است. او به حیث تاکسی اوبی کار میکند. ساکنان و مهمانان دهه گرداب را که راه ندارد از یک سوی دریا تا دهه با یک سامانی می رساند. سعیدشاه برای پیشواز مشتری های مخصوص آماده می شود. او نقلیاتش را تازه می کند. باید داماد و عروس را از آب گذراند. زورق های دیگر باشند مهمانان و جهاز عروس را تا دهه می برند. شیر محمد امروز عروسی دارد. از قرغان تپه عروس آورده است. نزدیکان دلبر انتظار داشتند که عروسشان را با لیموزین و یا مرسدس به خانه داماد میبرند. ولی با دیدن این منظره حیرت زده شدند. همین قصال ها توی ها میرفتیم. باری اول دیدیم که عروس از او طرفی که با این طرف با لطکه میزگرانه. دهه گرداب در 100 کیلومتری دوشنبه در جنوب شهر نورک با 58 خواجگی و 840 نفر اهالیش راه ماشینگرد ندارد. نقلیات مردم زورق های آبی می باشند. اصلا برای نفری که برای یکم بار به دهه گرداب می آید و یا به اینجا مهمون می شود، گذشتن از یک طرف راه به دهه با واسطه زورق خیلی جالب و خاطرمان است. اما مردم دهه می گویند این برایشان یک مشکل شده است. مردم شب می بیاید، روز می بیاید، بیماری دارند، راه نیست. توی لودکه را دعوت نکنی، اگر تو مثال با یکان جا رفته نمیتونی. گذشت رفت آمدش خیلی دشوار است. در سالهای شوروی با آغاز ساختمان و بمبار نیروگاه برقی آبی بایغازی، یگانه پل دهه که آن هم تنها آدم گذر بود، زیر آب ماند و مردم دهه گرداب را به ناحیه دنغره مهاجر کردند. اما با گذشت یک مدت مردم دوباره به وطن باباگیشان برگشتند. این دایره را نگاه، آوا نگاه، این که نگاه، در کو پیسته، روشک، چکری، سیاه علف، تمام علف های آشی، علف های دارواری در این کوها هست، مهیا هست. افراد کوهنسال ده میگویند زورق های محرکدار کار مردم را تا یک اندازه آسان کردند. در زمان های پیش مشکلشان دوچند بود. ده حقت دم میکنند، 6 پوست گاو یا که 5 پوست گاو 6 پوست گاو می بستیم روشتا خود می بستیم دسته که عدیری چو با کرچکتی میز گشتیم میز دادن میز گشتن که دارو و غص میکرد دوشت دوش یادم نمیشدی. در هر یک توی مردم از تحت دل میرقصند چون که آدم های نو را میبینند صاحب خشی نو میشوند. کمان دخترانی که مثل عروسی شیر محمد به این گوشه بیروح تقدیرشان را بپیوندند چون که خورسندی خورسندی و راه نداشتن این شادی ها را
آسیب پذیر می کند. و برنامه ما اینجا به پایان رسید. خدا نگهبان.